معرفت هر کس تنها برای آن کس ممکن است که از او فراتر باشد و یا دست کم همسنگ او. پس حقیقت وجود علی علیه السلام باید هم که از دسترس معرفت ما به دور باشد. و از جانب دیگر این اوست که باید در باره خیش سخن بگوید، یعنی تنها او را سزد که در باره خیش بگوید. به گلچینی از آنچه مولا علی علیه السلام در باره خود فرموده است گوش بسپارید. والله که انس پسر ابو طالب به مرگ بیش از آن است که طفل به پستان مادرش انس دارد. و اما علمی مکنون دلم را پر کرده است که اگر آن را در میان گذارم شما را به لرزه در خواهد انداخت، لرزه ریسمانی در چاه ژرف. و یا به این سخن دیگر، از من بپرسید زان پیش که مرا از کف بدهید که سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، نخواهید پرسید از هر آنچه بین شما و قیامت روی خواهد داد مگر آن که بدان جواب خواهم گفت. و یا این سخن دیگر، ای مردم از من بپرسید پیش از آن که مرا از کف دهید که من به راه های آسمان از طرق زمین آشناترم. و یا این سخن که در خطبه 175 نهج البلاغه است، به خدا سوگند اگر بخواهم که هر یک از شما را خبر دهم که از کجا آمده و به کجا می رود و سرانجام کارهایش چه خواهد بود می توانم، اما از آن بیم دارم که در باره من نسبت به رسول الله کافر شدید. بدانید که من خاصان شیعانم را که از این خطر ایمنند از این فیض محروم نمی دارم. سوگند به آن که رسول الله را به حق برگزید و او را بر همه خلق برتری داد، جز بر صدق سخن نمی گویم که او مرا بر این همه آگاهی داد، بر هلاکت آن کس که هلاک خواهد شد و بر نجات آن کس که نجات خواهد یافت و از سرانجام این امر. و از آن چه بر سر من خواهد آمد هیچ فرو نگذاشت مگر آن که آن را به گوشم فراخواند. ای مردم به خدا سوگند شما را به طاعتی فرا نمی خوانم مگر آن که خود را در آن بر شما سبقت گرفتم، و از هیچ معصیتی شما را نهی نمی کنم مگر آن که پیش از شما از آن دوری گزیدم. مثل علی علیه السلام در میان ما مثل چراغی است در ظلمت، هر که او را یافت روشنی خواهد گرفت. جایگاه او در عالم محل قطبه است نسبت به آسیا سنگ. این اوست که حقیقت ثابت است و ثبات ما به استواری اوست. هرچه داریم از اوست. این اوست که دست ما را به نخل بلند وجود رسول الله خواهد رسوند. قله بلندی را ماند که سیلاب از قلهش بر ما فرو می ریزد. اگرچه پرنده عقل و معرفت ما هرگز به چکاد بلند وجود او نخواهد رسید.